الله الرحمن الرحیم. متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اذا الموعودة سئلت بأی ذنب قتلت و اذا الصحف نشرت و آنگاه که از آن استعداد زنده به گور و پرپر شده پرسیده شود به کدام این گناه کشته شد و آنگاه که نامه اعمال گشوده شود فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس و اللیل اذا عسعس و الصبح اذا تنفس. پس سوگند یاد نمی کنم به واپس شوندگان، فرو روندگان، محو شونده و شب آنگاه که همی پایان پذیرد و صبح آنگاه که بدمد. هر شب ستاره‌ای به زمین می‌کشند و باز این آسمان غم زده غرق ستاره هاست. به نام خدا و به نام خلق قهرمان ایران، مادرها، پدرها، خواهران، برادران، جمع شدیم برای یاد بود تازه ترین شهدای خلق. پس فردا هم هشتمین سالگرد شهادت مجاهد قهرمان رضا رضایی است. ضمناً اومدیم بپرسیم که دیگه حالا چرا؟ حالا چرا؟ در نظام جمهوری اسلامی چرا؟ و اینکه تکلیف ما با این اوضاع چیست و خلاصه چه بایستی بکنیم؟ هنوز خون کارگر مجاهد شهید عباس عمانی که در جریان انتخابات ریاست جمهوری به جرم پخش اوراق تبلیغاتی به شهادت رسیده بود نخشکیده بود، که خبر شهادت و اعدام برادران عسکری رو شنیدیم و برادر دیگری از همین خانواده که به زندان رفت. تهمت ها، به اصطلاح افشاگری ها، حمله ها و هجوم های در جریان انتخابات رو هم که میدونین و احتیاجی نیست که تکرار بکنم. در همون اوائل
بیش از 2500 زخمی مجموعاً در 50 شهر برای ما باقی موند تا اینکه آغاز سال تازه از فردای عید به بعد حملات علیه ما مضاعف شد. یک قلم در ماه فروردین تقریبا 90 حمله مسلحانه در سراسر کشور داشتیم با هزارها نفر زخمی و ده ها تیر خورده. 23 فروردین برادر کارگر ما رضا حامدی که قبل از انقلاب حزب رستاخیز خمین رو منفجر کرده بود و حالا در کنار یک مغازه کتاب فروشی طالقانی رو دایر کرده بود به ضرب 6 گلوله شهید شد. البته پدر و مادر شهید که پیراهن خونینش رو که هنوز ذرات بدن شهید روی اون بود آورده بودند به من گفتند که برادرهای دیگرش رو هم حاضرند که فدا بکنند برای پیشرفت راه خدا و خلق. پیراهن رضا حامدی درست مثل پیراهن مهدی همیشه بخشی از پرچم خونبار مجاهدین خلق ایران باقی خواهد موند. آخه خودش قبل از شهادت وعده مقام مادر مهدی رضایی رو به مادرش داده بود. 30 فروردین خواهر کوچک ما نسرین رستمی، دقیقا نمیدونم چند سال داره، شاید 13-14 سال، در شیراز به ضرب گلوله از پا افتاد ولی شهید نبود. البته شهادت براش خیلی راحت تر بود. چرا؟ بر اینکه کمرش سوراخ شد، یک کلیهشو از دست داد، روده بزرگش سوراخ شد، 3 مهره کمرش شکست، هر دو تا پاش فلج شد، عفونت گسترده خون پیدا کرد و به قول اطباء عفونت قشاع مغز و خلاصه 10 جای بدن. بله 10 جای بدن. که از اون روز تا به حال فقط به یمن زحمات گروهی از اطباء و پرستاران شریف یکی از بیمارستان‌های شیراز زنده مونده. ولی چه زنده موندنی؟ بین مرگ و زندگی. وای بر سنگ دلان، وای بر سنگین دلان، ویلون للغاسیت قلوبهم. آخه گناه نسرین چه بود؟ 31 فروردین در مشهد یکی از ارزشمندترین برادران ما شکرالله مشکین فام که همین حالا فرزند 3 سالش رو در بغل من دیدیم به ضرب گلوله جسه در محل دفتر مجاهدین در مشهد به شهادت رسید. ماجرا رو از دانشگاه تحت عنوان انقلاب فرهنگی شروع کرده بودند و تعدادی هم ساتور به دست و بعد کشونده بودند به مرکز مجاهدین و بعد هم جسه. شورای کارگران شرافتمند سلاخ شهر مشهد بعدن اعلامیه داد، ابراز تنفر کرد و گفت که اینها استخدام اونجا نبودند این مهاجمین، بلکه از طریق دیگری استخدام بودند و بهشون پول میرسیده. البته پدر و مادر شهید و همسرش که حالا اینجا هستند در مراسم تشییعش نقل و شیرینی پخش کردند. چرا که جز این نبود و نیست که این داستان هجرت مردان بود از خاک تا خدا و این چنین بود که مشهد یک پارچه خروشید. بله انفجاری شده بود، انفجار مظلومیت در برابر ریاکاری و سالوسی. 3 اردیبهشت برادر ما احمد گنجه‌ای در رشت در خیابان تختی به ضرب گلوله نامردمانی که از تهران به نام انقلاب فرهنگی رفته بودند به ضرب جسه به شهادت رسید و باز هم جنگل سرسبز خون گیلان خونفام شد. در این فواصل آتش زدن، ریختن، سوختن، مجروح کردن در بسیاری شهرها فراوان داشتیم. 19 اردیبهشت در دره گز یک قاصدک جوون دیگه برادر کوچک مجاهد فروش جلیل مرادپور دانش آموز سالهای اول دبیرستان به ضرب دشنه‌ای که در قلبش فرو کردن در خون غلطید
البته بعدن گفته بودن که دعوای خصوصی هم بوده. 11 اردیبهشت در جریان تهاجم چماقدارها به ترمینال خزانه چشم خواهر 15 ساله ما پروین صادقی رو از حدقه در آوردند. وای از نامردی و نامردمی! کوردلها! دختره که 15 ساله چه کرده بود با شما که چشمش رو در آوردید؟ ولی وقتی به دیدارش در بیمارستان رفتم، فاتحانه خندید، معصومانه خندید، گفت این که چیزی نیست، این که کمترینشه. بعد هم برای سایر خواهران و برادران میلیشیا پیام فرستاد که ایمانتان را به راهتان از همیشه قوی تر کنید. 14 اردیبهشت یک قاصدک جوون دیگر آزادی، یک خواهر کوچک مجاهد فروش در اصفهان مورد اهانت، گستاخی و تهاجم چماقدارها و اوباش قرار گرفت. یک درجه دار آزاد و غیرتمند، یک انسان شریف، یک رادمرد ارتشی به نام سیاوش شمس به دفاع از دخترک معصوم آمد ولی دشنه به قلب خودش نشست و شهید شد و به این ترتیب نام سیاوش شمس درجه دار انقلابی ارتش تا ابد بر پرچم خونبار مجاهدین خلق نقش شد. سلام بر سیاوش شمس، سلام بر درجه داران انقلابی ارتش. و به این ترتیب بود که ما اعلام میکنیم از این پس سیاوش شمس در زمره پر افتخار ترین شهدای مجاهد خلق به خدا پیوسته. خدایا از ما بپذیر. سیاوش شمس نه فقط شهید مجاهد بلکه شهید تمام مطبوعات آزاده کشوره. مطبوعات آزاده کشور، بر شما این شهید مبارک باد. شونزده اردیبهشت در بهشهر برادر ما محمود باقی‌پور در حمله اوباش چشمش رو از دست داد. حجت ابراهیمی در اردبیل چشمش رو از حدقه در آوردند. وای که ما برای بینایی خلقمون چه چشمهایی بایستی از دست بدیم. شمهایی از چشم بایستی فراراه خلق برافروخت از چشم بهترین فرزندانش. بسوزید ای شمع ها، بچرخید ای پروانه ها، ای پروانه های آزادی.